تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب. عزیز برنامه تریبون مناظره، به برنامه امروز ما خوش آمدید. سیمین مجد هستم. ما امروز به 50 برنامه پردازیم. 20 دی ماه 1393 مصادف با 10 ژانویه 2015 هست. سال جدید میلادی همچنان که آگاهید متاسفانه با در بین هفته اون با خونریزی شروع شد. دو گروه تروریستی که بنابرای رسانه‌های خبری گفته میشه که با هم در ارتباط بودن و با گروه القاعده در ارتباط هستند، متأسفانه دست به جریانات تروریستی زدند که در طی این جریانات هدف سازماندهی که داده شده بود، هدف این بود که هیئت تحریری نشی چپ و ضد مذهب به نام شار یا چارلی ابدو رو برن و که متاسفانه منجر به قتل 10 نفر از فعالین نشریه همچنان سردبیر نشریه میشه. در حمله دیگر گروه دوم به دو پلیس حمله میکنن و 4 نفر گروگان میگیرن و همچنین در یک سوپرمارکتی که گفته میشه که در اونجا سوپرمارکت یهودیان بوده به اونجا حمله میبرن و اونجا نیز گروگان گیری میکنن که نام این دو نفر که با هم فعالیت داشتن در گروه دوم هایت بومدین و آمدی کلیبالی بود که خانم هایت بومدین در حال حاضر به دنبالش میگردن تا دستگیرش بتونن بکنن. متاسفانه در مجموع گفته میشه که 17 نفر در این جریانات کشته شدن و گروه اول برادرانی، دو برادر هستن به نام های شریف و سعید کوچی که به هیئت تحریری شارلی ابدو حمله کردن. حکومت فرانسه با بسیجی تاریخی که انجام داد، نزدیک به 80,000 پلیس و منبع اطلاعاتی که سازمان داد، موفق شد که این تروریست‌ها رو طی نزدیک به 24 ساعت به دام بندازه و 3 نفر اونها رو کشت و چنان که اشاره کردم 1 نفر در حال حاضر در حال فرار هست. و ما امروز اختصاص میدیم مسئله رو به این برنامه به علت اهمیتی که این مسئله داره هست. بینندگان گرامی، تهیه کنندگان برنامه آقای سپهرداد گرگین عزیز و گرامی، ممنون هستم که اینجا تشریف دارید، متشکرم. و همچنین سعید صالحی‌نیا گرامی، خوشحالم که اینجا هستید. اجازه بدید که با تأسف انگیز هست البته این مسئله تسلیت میگیم اینجا به تمام خانواده های این قربانیان این برنامه تروریستی و از شما در این مورد سوالی آماده کردیم که مایل هستم لطف کنید نظرتون رو بگین که اصلا نظر شما در مورد وقایع اشاره شده چیه و راه حل رو در چی میبینید که واقعا مانع بشه همچنان اتفاقاتی بیفته. این اتفاق همچنین یادآور جریان بوستون در آمریکا هست که دو برادر با همدیگه متاسفانه در برنامه ماراتون برنامه تروریستی سازمان داده بودن. خواهش میکنم سعید صالحی‌نیا عزیز، اگر شما لطف بفرمایید به این سوال ما پاسخ بدید. گوش میکنیم، بفرمایید. خیلی ممنون از محبتتون. با سلام به بیننده های برنامه که برنامه رو دنبال میکنن، همینطور سپهرداد عزیز برای شرکت تو این برنامه. من میگم که این داستان ماجرای تروریستی که تو فرانسه اتفاق افتاده، یه برگ مهم دیگه از به اصطلاح اوج گیری ثانویه یا مرحله بعدی جنبش اسلام سیاسی و درگیری‌هاش و کشوندن جنگ بین اسلام سیاسی، جنبش اسلام سیاسی با حکومت‌های امپریالیستی غرب، این بار به صحنه اروپاست. اگر دقت بکنید تو سال 2014 حکومت‌های غرب و حکومت آمریکا جنگ امپریالیستی رو به منطقه خاورمیانه در واقع گسترش دادن و نوعی جنگ جدید که جنگ نیابتی بود
آغاز شد که اونجا ظاهراً به اصطلاح جریان داعش بود و جریان‌های ناسیونالیست و جنگ داخل منطقه، در حالی که و همینطور امپراتوری ناشی از جمهوری اسلامی و امپراتوری ناشی از عربستان که اینا به طور نیابتی تو این جنگ فعال بودن، خاورمیانه یه بار دیگه به خون کشیده شد و این بار در واقع پاسخی هست به نظر من از یه سمت که اسلام سیاسی و جنبش اسلام سیاسی داره پاسخ به صلاح ضرباتی که تو اون منطقه داره میخوره داره برمیگردونه به اروپا و فرانسه به طور اخص که تا اینجا که معلومه چند روزی قبل از این به صلاح حمله تروریستی ناو به صلاح بزرگی خودش رو به منطقه خاورمیانه انتقال داده بود و در واقع داره بیشتر از جهت نظامی درگیر میشه توی منطقه خاورمیانه. این یه نکته بود و نکته کلی اینه که بررسی این حمله تروریستی رو من پیشنهادم اینه که با متد به اصطلاح چند جانبه نگر بهش نگاه کنیم ما. یعنی لایه‌هایی رو که این پدیده اتفاق افتاده بتونیم بررسی کنیم، عواملی که این پدیده رو ساخته بررسی کنیم تا بتونیم به درستی پاسخش هم پیدا کنیم که چه کار باید کرد، چه تاکتیک ها و استراتژی هایی رو باید در مقابلش قرار داد. تا به حال جریانی که اومدن و محکوم کردن این یا بهتر بگیم نظر دادن در مورد این ماجرای تروریستی تو جامعه چپ ایران و اپوزیسیون ایران بیشتر یا اومدن مسئله رو به جنگ بین دو جناح ارتجاعی نسبت دادن و یا اینکه اومدن گفتن که ما از آزادی بیان مقتول کشته شده هایی که توی این جریان کشته شدن، یعنی همین نشریه که کاریکاتور تولید میکنه و به صلاح به طور کمدی تری وارد نقد سیاسی جامعه میشه تو فرانسه و سابقه 50 سالم داره به صلاح میپردازن و دفاع میکنن از حق قلم و بیان آزاد، یا اینکه کلن اینا یه توطئه به صلاح حکومت غربی اعلام میکنن. این مدل برخوردهی که به نظر من برخوردهی چند جانبه گرا نیست، بلکه یک بعد ماجرا رو بزرگ میکنه و پشت اون بعد میمونه. این نقد منه به اون شیوهایی که من تا حالا دیدم توی برخوردها، تو نوشته ها، چه تو فیسبوک و چه تو سایت ها و همینطور بیانیه های سیاسی احزاب موجود مشاهده میشه. در مقابلش من متد چند جانبه گر رو پیشنهاد میکنم که علمی تره و عمیق تر میتونه به مسئله بپردازه. طبعاً یه بود ماجرا این هستش که به صلاح سازمان تروریستی جهانی القاعده ظاهراً به صلاح مسئولیت این اقدام تروریستی رو به عهده گرفته، اونم شاخه یمنش که ظاهراً شاخه یمن الان قوی ترین شاخه القاعده هست. همینطور که میدونین بعد از اینکه داعش به صلاح اعلام کشور کرد در منطقه عراق و سوریه یا عراق و شام، این گروه القاعده در واقع به ردیف دوم رقابت در میان گروه های اسلام سیاسی تروریستی عقب نشینی کرد و در واقع این یه تلاشیه به نظر من که از این سمتی گروه القاعده میخواد خودشو دوباره بیشتر مطرح کنه، چون نیاز به کمک های مالی داره و برای کمک های مالی گرفتن و جذب نیرو و عضو لازم داره که به اصطلاح اکتیو باشه و این یه دومین و زمینه بود که دوباره القاعده بیاد روی به اصطلاح مدیای جهانی و مطرح بشه. این یه بوده بود که من میتونم ازش نام ببرم. بوده دوم، هدفی که این گروه در واقع تو فرانسه داشت خیلی هدف مشخصی بود که دو تا شاخه داشت. یکی به صلاح حمله به نشریه‌ای که ضد مذهب و ضد اسلام مینوشت و کاریکاتور تهیه میکرد،
و به اصطلاح اعلام این که اینا حق این کار رو ندارن که بتونه از طریق این کار اون مسلمانایی که تو فرانسه هستن و مسلمانایی که تو اروپا هستن سمت خودش جذب کنه و از زمینه به اصطلاح نارضایتی اجتماعی که تو اروپا هست عموما و در میان مسلمانهای اروپا هست به طور اخص استفاده کنه برای یارگیری. این نکته دوم. نکته سوم بحث آزادی بیانه که خیلی هم مهمه تو جامعه ایرانی به خصوص که ما هیچ موقع آزادی بیان رو به طور نهادینه شده تجربه نکردیم تو جامعه ایران و این دعوا سر این که آقا این آزادی بیان رو باید رعایت کرد اگه کسی بخواد ضد مذهب تبلیغ کنه. تو اروپا و آمریکاش هم این مسئله هنوز مسئله داره، یعنی هنوز مدیای مسلط حداقل فراخوان میده برای سانسور در مورد مسئله مذهب و اینکه آقا مذهب رو مسخره نکنین، به اعتقاد عده‌ای ضربه میخوره و بی احترامی میشه. تو غربم همه این هست هنوز، خصوصا تو آمریکا هست، تو اروپا بازتره فضا، ولی تو جامعه ما چون این تجربه نشده بازم عده زیادی میان میگن آقا نمیشه که مثلا به پیغمبر اسلام مثلا توهین کرد، نقاشی کشید، نمیدونم مسخرش کرد و آزادی بیان رو نمیفهمن. یه گروه دیگه هم هستن که به اصطلاح میگن که ما همین بغل آزادی بیان وای میستیم و از آزادی بیان دفاع میکنیم. این اون چیزیه که از این ماجران در واقع درس میگیرن، که به نظر من این خیلی محدود نگریه در مورد تحلیل این واقعه. نقطه بود دیگه که من میبینم مسئله یک جنبندی کوتاهی به این بخش حرفاتون رو تموم بکنید، ممنون میشم. بله من دو تا بود دیگرم میگم، سعی میکنم کوتاهش کنم. بود دیگه که اونم خیلی مهمه زمینه یابی جامعه شناسانه پدیده‌ایه که من اسمشو میذارم لومپنیز در اروپا، که ناشی از اینه که جامعه سرمایه‌داری بحران زده شده و حاشیه نشینی در جوامع اروپایی داره رشد میکنه، که بخشی از این حاشیه نشینی علتش به اصطلاح فقر و بیکاری رو به توسعه است و خصوصا هدف این فقر و بیکاری نیروهایی هستن که مهارت کافی ندارن، من جمله مهاجرین به اروپا که عموما از آفریقا میان و فاقد اون تکنولوژی و توانی هستن که تو جامعه اروپایی بتونن جذب به اصطلاح بازار کار بشن. و در فرانسه مثلا 5 میلیون مسلمان هست که اینا بیشترشون از الجزایر، مراکش، تونس و ترکیه وارد شدن، چند نسل ازشون میگذره و هنوز متاسفانه در جامعه جذب نشدن. همین 4 نفری که اقدام تروریستی رو کردن اگه زندگی های شخصیشون رو ببینی میبینی آدمایی بودن که توان نداشتن تو جامعه جذب بشن، اکثرا یا بیکار بودن یا به کارهای خیلی سطح پایین مشغول بودن. اون یکیشون که سابقه زندان هم داشته برای اینکه تلاش کرده که بره و به صورت تو عراق و تو سوریه وارد بشه، حتی سفر کرده به یمن، یکی از این برادران کواچی که نشون دهنده این هستش که اینا بخشیشون هم حتی زیر رادار اطلاعات فرانسه بودن و اینا رو جدی نگرفتن. اینا بحثایی هستش که به نظر من باید باز بشه و تو تداخل این واقعیت ها که همشون درستن ما بتونیم نتایج خودمون رو بگیریم برای اینکه چه باید کرد. حالا من تو بخش بعدی بیشتر توضیح میدم. خیلی ممنون میشه. متشکرم. سپهزاد عزیز خواهش میکنم، بفرمایید، ما گوش میکنیم. منم اجازه بدید یک سلام و درودی خدمت شما، خدمت آقای سالمیای عزیز و بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن داشته باشم. یک تصحیح کوچکی بکنم. شما فرمودید 80,000 نفر تجهیز کرده بودن، اینجوری که من در اخبار خوندم 8,800 نفر. گفتم که از این نظر که اطلاعات شاید درست باشه. در مجموع من در رابطه با این مسئله تروریستی میخوام در حاشیه این جریان که به اصطلاح عکس العمل های
مختلفی رو باعث شده باز بکنم. اینها رو در چهار محور، یکی عکس العمل به اصطلاح جامعه بین المللی، بعدش عکس العمل حکومت ایران و عکس العمل اپوزیسیون ایرانی و بعد عکس العمل توده‌های مردم عامی رو من در این رابطه میخواستم راجع بهش صحبت بکنم، چون این هم یک پیامدی بود، به اصطلاح یک عملی بود که در جامعه انجام شد و جامعه یک عکس العملی از خودش نشون داد. این هم قابل بررسی و به اصطلاح تعمق هست. جامعه بین المللی به طور کلی اگر از روسیه و چین شروع بکنیم، ما میدونیم که اینها همیشه دنبال این ماجراها هستند که سلاحهای خودشون رو بفروشن، اقتصاد خودشون رو بگردونن و همیشه دنبال این گروه هایی که مبارزات مسلحانه میکنند، حالا به هر شکل و به هر طریق و به هر مرامی که باشه، اینها حاضرن که سلاح به اینها بفروشن. و این اگر در برنامه‌های قبلی ما دوستان توجه کرده باشن، برنامه‌های ابتدایی تریبون مناظره ما راجع به این مسئله بحث کردیم که درآمد حاصل از فروش جنگ ابزارها در کشورهای مختلف به چه صورته و چین و شوروی به اصطلاح به این مسئله به این صورت نگاه میکنند که به طور کلی این تروریسم رو رد میکنن، ولی زیر جولکی به قول معروف به اصطلاح عامیانه اینها استقبال میکنن و سلاحهای خودشون رو میفروشن و فقط خیلی خیلی سطحی این مسئله رو نفی کردن. در آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری غرب به طور کلی و شرکاش، جالبه اگر نگاه بکنیم به ادبیات اینها، همش از تروریسم و تروریسم و تروریسم نام میبرند، در صورت که این رو باید به صورت مشخصتر به صورت تروریسم اسلامی مطرح بکنند، چون اسم واقعیش هم تروریسم اسلامی است. حالا چرا اسلامیش رو مطرح نمی کنند؟ این داستان مفصلی داره. بگذاریم از این که تعداد جمعیت مسلمانانی که در کشورهای مختلف غربی هستند اینها با موی دماغشون میشند، ماجرای اصلا به وجود آمدن اسلام سیاسی به توسط همین کشورهای غربی، دولتهای غربی، سرمایه‌داری غربی و آمریکا به وجود اومده. اینها دست در دست اینها دارند و دولتهای سرمایه‌داری غربی، آمریکا به شدت پشتیبان اینهاست. نمونش ایران هست. ما می‌بینیم که حتی در سال جنبش 88 اینا اصلا فرار میخواستن بکنن، رهبران میخواستن فرار بکنن، رهبران مال ایران، و به اصطلاح به تلفن، به وسیله تلفن زدن و نگه داشتن اینها، باید شما سر قدرت باشید اینا رو نگه داشتن، بکشید و ما هیچی نمیگیم. ما دیدیم هم که حتی ندا آقا سلطان در سطح جهانی، اصلا جهان دید که چجوری کشتنش، و آقای اوباما خیلی راحت از کنارش گذشت. چرا؟ چون اینها این حکومت اسلامی رو میخوان سرپا نگه داشتن. عللش رو ما قبلا مطرح کردیم، علتی که اینها میخوان این رو ما در برنامه‌های قبلی مطرح کردیم. دوستان میتونن به برنامه‌های قبلی ما مراجعه کنن و بفهمند که چه دلایلی پشتش هست. ولی این ادبیاتی که مطرح میکنه، تروریسم تروریسم تروریسم، اینها فقط برای به اصطلاح کلاه گذاشتن سر مردم خودشون هست، شیر مالیدن سر مردم خودشون که بگن حداقل ما با تروریسم مبارزه میکنیم، در صورتی که اینها تروریست های اسلامی هستن. و ما باید نامشون رو بگیریم، چون نام دارن، مشخص دارن، مشخصات دارن، آدرس دارن اینها، و به عمد دولت های غربی عکس عملشون رو من دارم مطرح میکنم. این به اصطلاح سعی میکنن منحرف بکنن مسیر تفکر مردم رو و به اصطلاح به یک نتیجه صحیح که اون هم خلع سلاح این گروه های تروریستی است و خواست عمومی مردم هستش، به اصطلاح این به اینجا کشیده نشه و فقط یک کلمه کلی تروریسم باشه و بس دیگه. حکومت ایران جالب براتون بگم، عکس العملش به طور کلی میاد تروریسم رو رد میکنه، در صورتی که خودش بزرگترین تروریست، اصلا عامل تروریسم بین المللی هستش حکومت ایران.
و این دیگه اسنادش هم ما در دادگاه برلین این رو داره ثابت میکنه. دادگاه آقای زنده‌یاد شاپور بختیار این رو میگه که با همکاری دولت فرانسه اینا تونستن به اصطلاح شاپور بختیار رو بکشن. و جالب هستش که جمهوری اسلامی از یک طرف میاد تروریسم رو رد میکنه و از یه طرف دیگه باز دوباره از اسلام و دم از اسلام میزنه و به اصطلاح سعی میکنه اینجا هم به میخ بزنه هم به نعل بزنه و به اصطلاح رد گم بکنه. و ما دیگه همه مردم ایران، اکثریت مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که چه ماهیتی داره. این رژیم رژیمی هستش که به وسیله همین سرمایه‌داری غربی اومد سوار جنبش مردم ایران شد و به اصطلاح اسنادش هم این روزا مطرح شده که کارتر به اصطلاح قولی که ازش گرفته، از خمینی گرفته بود که ما شما رو به رسمیت می‌شناسیم، شما فقط باید این کسانی که مخالفین آزادی خواهان هستن اینها رو هر چیزی تر از بین ببری که این کارم کرد و موفق بودن این کارش. همچنان که جوابهای عزیزان شرکت کننده رو شنیدید، در این بخش دوم خواهش میکنم اگر عزیزان از هم سوالی دارید و اگر نه که مستقیما برم سراغ ادامه صحبتهای آقای سپهرداد. و اگر به شک اشارهی فرق نمیکنه، حالا سعید عزیزی آقای سپهرداد شما به این مسئله که ما از قربانیان صحبت میکنیم، قربانیان در واقع اونهایی که جا کشته شدن، من شخصا عقیدم بر این هست که این 14 جوان هم قربانی هستن، قربانی یک جامعه بیمار هستن. به نظر میرسه که گروه های تروریستی دارن از این فرزندهای خانواده های مهاجرین، در ارتباط با این نمونه که از برنامه تروریستی بوستون داشتیم، دو تا برادر، دارن اینها رو به عنوان ابزار استفاده میکنن. و این نوجوان ها که هویتی نتونستن برای خودشون در این مملکتی که اونجا مهاجر هستن، در ممالک مهمانی که اونجا میزبانی که برای اینها هستن، اونجا برای خودشون رو جا بدن، به نوعی مورد سوء استفاده قرار میگیرن و به عنوان ابزار استفاده میشن. آیا اینجا واقعا چیکار میشه کرد که این جوان ها به این بیماری گرفتار نشن که مورد ابزار واقع بشن؟ خب خواهش میکنم ما به ادامه صحبت های شما گوش میکنیم. آقا سپهرداد اجازه بدین یه وقت 5 دقیقه هم برای این مسئله در نظر بگیریم. بفهمید. حتما تشکر میکنم مجددا. کاملا صحیح میفرمایید. ببینید، نارضایتی سیستم سرمایه‌داری سیستمی هستش که الان دچار رکودها و بحرانهای شدید اقتصادی اجتماعی هست. بر مبنای همین مسئله نیروی نسل جوان، نیروی جدید که وارد جامعه میشه، وارد چرخه کار میشه، اینها آینده ندارن، بی آیندگی میبینن و به اصطلاح تأمین معیشت براشون مشکل هستش، تأمین شغل براشون مشکله. اگرم که در کشورهای غربی به عنوان نسل مهاجر باشند، باز هم ما میدونیم که علی رغم همه شعارهای زیادی که به اصطلاح راسیسم یا به اصطلاح نژاد طلبی از بین رفته، نه وجود داره، در همه کشورها میبینیم. و این هم خب عاملی میشه که این جوانها به اصطلاح سوق پیدا بکنن، به مخالفت پیدا کردن. در اینجا نیروی چپی که به اصطلاح نیروی فعالی که سازنده باشه متاسفانه وجود زیاد نداره، یعنی وجود داره ولی بسیار کم نقش، کم محور و کم رنگ هستش حضورش در جامعه و این نمیتونه به اصطلاح این جوانان ناراضی رو بکشونه به اینکه به مطالعه بپردازن، اینها رو سازماندهی بکنه به اصطلاح و بتونه به یک حرکت و جنبش صحیح اجتماعی و اصیل درستی هدایت بکنه. و در این هنگام سازمان ها و ارگانیزیشن هایی که مذهبی هستند، به علت اینکه پول هنگفتی دارند، ما میبینیم که صدها میلیون به اصطلاح کلیسای کاتولیک پاپ خرج این مسائل میکنه، اسلام سیاسی، عربستان سعودی، ایران به اصطلاح به تبع اون مخارج بسیار بسیار هنگفتی رو میدن برای اینکه این جذب بکنن، این آدم ها رو بکشونن، ببرن شستشوی مرزی بدن و به اصطلاح این بلبشویی که میبینید هستش.
و من بیشتر از این چون فرصتی نیست که اینجا رو باز بکنم، فقط همین رو به صورت اشاره به شما مطرح کردم. اما دوست دارم راجع به عکس العمل اپوزیسیون ایران نسبت به این مسئله بپردازم، چون این یک موضوعی بود که من دیدم. من دوست دارم شخصا نام ببرم، حتی نامه آقای اوسانلو به فرانسوا اولان. اینها علارغم اینکه محتواش خوب، یه مقداری محتواش من باش موافقم، یه مقداری مخالف، ولی جالب من براتون مطرح بکنم که اپوزیسیون ایران متاسفانه به علت اینکه کلن تفکر وامانده، عقب مانده داره، به طور کلی من مطرح میکنم، در همین فرستادن نامه ها ما داریم میبینیم. اولا یک، شما اگر که نامه آقای تبرزدی یا آقای اوسانلو یا آقای رضا پهلوی یا دیگری شما دارید میدید به فرانسوا اولان، یعنی دارید میگید که به مردم میگید که آقای فرانسوا اولان مخالف تروریسم اسلامیه. نه خیر، ایشون سازمان دهنده تروریسم اسلامی هستند. ما میبینیم، ما دست اینها رو دیدیم، تاریخچه اینها معلومه. رد گم میکنید شما مردم رو، خواب در چشم مردم میپاشید. من شماها رو دوست دارم، با همتونم در ارتباط هستم، ولی واقعا اینجا جا داره من به عنوان یک روشنفکر اشکال کار شما رو جلوی مردم مطرح بکنم. شما میتونید نامه رو رو به مردم به اسم ایشون بفرستید، مسئله ای نیست، اما محتوای نامه باید یک، از تروریسمی که مطرح میکنید تروریسم اسلامی رو حتما نام ببرید، چون این اسم داره، آدرس داره، مشخصات داره، این آدمایی که این کار کردن همه مسلمان بودن. دو، سوم اینکه که شما اگر که نامه ای رو میفرستید، این نامه فرستادن ها نشان دهنده اینه که خیلی هول شدید و شما میخواید خودتون رو رهبر جنبش، رهبر جنبش مردمی حساب. من در این نامه ها فهوای این نامه ها این رو فهمیدم، در صورتی که اینجور نیست. در جنبش مردم ایران که من در عکس العمل توده های عادی مطرح خواهم کرد، یکی از توده های عادی من هستم، یکی از توده های عادی آقای سعید سالینیا هستش، که ماها هستیم بدون ادعا، بدون اینکه ادعایی بکنیم ما رهبر مردم هستیم، میایم میگیم که نه، شماها هر کدام از این، اگر که دو مسئله رو که ما بارها مطرح کردیم در این برنامه تریبون مناظره، و اون این هم هستش که اگر که فکری نکنید برای محدود ساختن حوزه قدرت و به اسم از بین بردن پول، هر کسی که بیاد، حتی من هم اگر در رأس قدرت قرار بگیرم آدم فاسدی خواهم شد، سیستم بعدی من سیستم بدی خواهد بود. اینه که لطف کنید شما خودتون رو رهبر جنبش نکنید به اصطلاح، و در این رابطه سعی کنید اگر میخواید کاری انجام بدید بیایید به کمک هم دیگه، هر کدام از شما 100 نفر 200 نفر 500 نفر اگر که هوادار دارید، این هوادارها رو جمع بکنید در یک جا، 10,000 نفر 20,000 نفر 30,000 نفر بنر بلند بکنید و بگید که آقا این تروریسم اسلامی که اگر شما میبینید اینو به شما ضربه زده، به ما 35 ساله داره ضربه میزنه، و این رو عملا نشون مردم بدید با یک جمعیت 10,000 نفره 20,000 نفره 100,000 نفره. آقای اوباما اینه ببینید، این 100,000 نفر خسته شدند از این تروریسم اسلامی، این عمل عمل درستی است. جناب تبرزدی، آقای شاهزاده رضا پهلوی و جناب اوسانلوی عزیز، و شما، من دوستتون دارم، رفیقی دوستیم، ولی باید به اصلا اشکال کارتون هم من بگیرم. خیلی معذرت میخوام از این که من رک و راست دارم صحبت میکنم. اما برگردیم به عکس العمل توده ها، عکس العمل توده های عادی. من در فیسبوک و مجامعی که به اصلا برخور کردم با بسیاری از خشم و ناراحتی مردمی که در ایران 35-6 سال زیر این فشار، زیر این آفتاب به گردن بودن ها، زیر این به اصطلاح چادر سر کردن های به زور و به ضرب و شتم و زندان افکندن، اصلا یک بعضی جاها از فهوای کلامش متوجه شدم که مثل اینکه آب خنک ریختن رو دلشون. یعنی بکشید، بچشید این مزه رو، بچشید. گرچه من مخالف کشتنم، مردنم، مخصوصا من واقعا با خانواده کسانی که در این حادثه به اصطلاح اعضای فامیلشون رو از دست دادن، من ابراز همدردی میکنم، من واقعا مخالف این عمل هستم، ولی از این طرف هم میشه دید که زخم دل مردم به این حده که اینها حتی به اصطلاح دیگه رو دروازی رو گذاشتن که میگن بکشید، ما میکشیم، شما هم بکشید دیگه. و این عکس العمل گرچه عکس العمل صحیحی نیست، ولی قابل درک است، قابل بررسی است، و به اصطلاح توده های تشکر میکنم، توده های عادی عکس العملشون به اصطلاح بسیار عکس العمل
تند به اعتقاد من نابجایی بوده و باید این کانالیزه بشه. تریبون مناظره به اعتقاد من جایی هستش که میتونه این مسائل رو مطرح بکنه، راه صحیح رو نشون بده، بگه که به چه صورتی به اصطلاح میتونیم ما این معضلات رو از جامعه برداریم. و امیدوارم دوستان عزیزی هم که دوست دارن نظر بدن در این زمینه تشریف بیارن. این در تریبون مناظره بازه، خانم سیمین مجد ارتباط بگیرن و ایشون ترتیب شرکتشون رو خواهند داد. تشکر میکنم من خانم مجد. متشکرم از پاسخ شما و همچنین از نظرهایی که اینجا دادید. سعید عزیز خواهش میکنم همچنین اشاره هم لطف بکنید که در ارتباط سوالی که داشتم اگر مایل باشید که فرصت در ارتباط با جوابتون در این مرحله از برنامه راجع به این که این جوان ها هم قربانی هستن، واقعا چه کار باید کرد؟ وظیفه جامعه انسانی، جامعه بشری چیه؟ وظیفه ما چیه؟ وظیفه من شخصا وظیفه‌ام چیه هست؟ من فکر میکنم این مسئله تروریستی به همه مربوطه. همینطوری ولش کنیم هر روز از اتفاق خواهد افتاد، نه تنها خانواده های آدم های بیگناه میمیرن، بلکه همون جوان ها خانواده هاشون و خودمون جوان ها قربانی هستن. چی کار باید کرد که جلوی این مسائل رو گرفت؟ ما چه سهمی باید داشته باشیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بله، من نکته که شما گفتین در مورد این که خود اینام که به وارد این فرقه ها میشن خودشون هم در واقع مظلوم واقع میشن دیگه، خودشون هم به هدر میرن و این به هدر رفتگیه در واقع. با شما موافقم، خیلی مهم هم هست این گروه ها و این فرقه ها، هم از این که به اصطلاح تو ارتش آمریکا و فرانسه هستن میرن سرکوب میکنن، یا این که تو این فرقه ها هستن و میان آدم میکشن، خود اینا مظلومن دیگه، با اینکه عامل ظلمن خودشون مظلومن. این نکته ای که خیلی مهمه. نکته ای که چند تا نکته من میخوام اضافه کنم برسم به سوال مهم شما که چه باید کرد. اول اینکه صحنه ای که الان تو دنیا ما میبینیم این صحنه بربریت وسیعیه، یعنی در واقع موج جدیدی از بربریته که یه طرفش سربریدن هاست تو منطقه خاورمیانه، یه طرفش حالا کشتاراییه که تو خود اروپا و غرب داره انجام میشه، توی از آمریکا بگیریم بمبگذاری بوستون همونطور که گفتین تا فرانسه تا استرالیا که مدت قبل شاهدش بودیم. یعنی یه جنگ، یه دور جدید بربریت تو دنیا اتفاق افتاده و همه دیگه، یعنی فقط مسئله خاورمیانه نیست، در واقع به یه نوع جنگ جهانیه در واقع که ما شاهدش هستیم و دونه دونه میکشه، ولی با بربریتی همراهه این قتلا، این جنایات که همه بشریت رو به تب و تاب واداشته. علت این بحران جهانی سرمایه‌داریه، بی پاسخ بودن نظام سرمایه‌داریه در مورد نیازهای انسان، نیازهای اولیه انسان. نظام سرمایه‌داری وقتی پاسخ نداره انسان‌ها به فقر و فلاکت کشیده میشن، حاشیه‌ای میشن، مظلوم واقع میشن، میرن دنبال راحت. همونطور که سپرداد گفت وقتی چپ جامعه فعال نیست به اندازه که دیده بشه، مشاهده بشه تو دعواهای طبقاتی جامعه، اینا میرن سر همون مسجد محلشون. اروپا به خصوص سالهاست، شاید چند دهه هستش که داره روش سرمایه‌گذاری مذهبی میشه، اسلامی میشه به خصوص. دارن خرج میکنن و دولت‌های اروپایی همونطور که سپرداد گفت یا حکومت آمریکا، اینا براشون این اهمیت نداشته که این اتفاق داره به طور سازمانیافته انجام میشه. چرا براشون اهمیت نداشته؟ چون اینا به دین اسلام و به مذاهب دیگه به عنوان ابزار تحمیق مردم نگاه میکنن و لازمش دارن. دوم اینکه اینا لازم داشتن در یه دوره نیروی کار ارزان رو وارد اروپا کنن. چرا وارد اروپا کنن؟ به خاطر اینکه بتونن قیمت نیروی کار رو در اروپا بشکنن، بتونن اروپا اتحادی ها رو شکست بدن که تو اروپا بسیار قوی هستن. برای این کار لازم داشتن این ارتش نیروی کار رو چه از ترکیه چه از آفریقا هی وارد این کشور ها کنن. الان یه بحران جدید اقتصادی به وجود اومده، بحران اینه که اروپا داره ورشکست میشه به طور کلی
از یه سمتی، از یه سمتی هم اولین معضل بیکاری و فقر میاد تو این حاشیه نشینا که هی دارن رشد میکنن. حالا اسمشون اینه که مسلمونه در واقع، یعنی واقعیت هم یه جنگ، یه بحران اجتماعی اقتصادیه که داره به شکل جنگ نیروهای تروریستی خودشو ظاهر میکنه. این خیلی مهمه فهمیدن این مکانیزم دوگانه. نکته سوم در مورد اسلامه به طور اخص، که طبیعتاً یه دینی بوده که از ابتدا به تروریست شروع شده. اصلا خود محمد رسما تروریست بوده، آدم میکشته، ترور میکرده، استفاده از ترور میکرده، شاعرها رو به خاطر اینکه مسخرش میکردن دستور کشتنش رو میداده. اینا همه توی به سراغ تاریخ طبری ثبت شده. این اسلام بهترین ایدئولوژیه برای آدمی که بخواد بزنه و بکشه و با تنفر خودش اعتراض خودش رو بیان کنه. روانشناسی ایجاد میکنه که هویت بده به انسانی که بی‌هویته. اون بحثی که شما کردین در مورد اون جوونه، جوونی که هیچی به دست نیاورده، عموما اینا سطح سواد بسیار پایین دارن، شکست خوردن تو جامعهشون، منزوی هن و میخوان یه هویت بگیرن، به خودشون معنی بدن. و این روانشناسی که ازش استفاده میشه. اما رابطه حکومت‌های امپریالیستی، حکومت‌های غربی با جریان اسلامی یه رابطه عجیبه، یعنی خودشون اینا رو تقویت میکنن و کردن ایه سمتی، ایه سمت هم وقتی اینا قدرت میگیرن شاخ همه حکومت ها میشن. در نتیجه یه تضاد و اتحاد عجیب غریب بین حکومت های امپریالیستی غرب و به سراغ نیروهای اسلام سیاسی است. هدف اینها تو این بازی اینه که بتونن لایه های رام شده اسلامی ایجاد کنن. خوب دقت بکنین، هم توی آمریکا اینه، هم تو غرب، تو اروپا. یعنی چی؟ بگن آقا اسلام دو جوره، یکی اسلام آرامش طلب و صلح‌جو و مماشاجو با نظام غربه، یکی اسلام تروریسته که ما بعدمون میاد. یعنی استراتژیشون رو گذاشتن دو جنبش اسلامی که هم تو آمریکا این کار میکنن، هم توی اروپا این کار میکنن. گاهی وقتی شکستای بزرگ میخورن، مثلا تو آمارگیری که اخیراً تو اروپا شده، گفتن 1% از ساکنین مسلمان اروپا رسماً طرفدار آقای بن لادن هست، 1/3 از این حرکت ها به اصطلاح مستقیم و غیر مستقیم دفاع میکنن و 2/3 سکوت کردن. اتفاقاً فرانسه بنابرای آمار ادعا کرده که بیشتر تونسته مسلمان ها را انتگره کنه و وارد جامعه فرانسه کنه، و اتفاقا این یه سند بود، این ماجرا سندی بود که شکست خورده حکومت فرانسه و در شورش سال 2005 و همینطور شورش قبلی به صلاح اعتراضات اسلامی ها باعث به صلاح طغیان های بزرگ اجتماعی، آتش سوزی های بزرگ و حملات وسیع به نظام پلیس فرانسه بوده. و نکته بعدی هم نژاد پرستیه که در حال رشد تو اروپا، به خصوص که ناشی از همون بحران فقر و بیکاریه و جهت دادن ایدئولوژی که جامعه به سمت مهاجرین و اونایی که از خارج اومدن. اینا نکاتی هستش که من میخواستم به طور ثانویه روش تکیه کنم. نکته این که شما میگین چه کار باید کرد، اولین کاری که باید کرد اینه که متد فکری چند جانبه تو جامعه توسعه داد و تبدیلش کرد به یک کانسنسوس اجتماعی. سازماندهی که ما در اروپا، در ایران باید بکنیم، سازماندهی برای اینه که بتونه اولا جنبش های مطالباتی مشخص رو برجسته کنه، دوم اینا رو وصل کنه و هم دیگه تبدیل به یه جنبش سیاسی و فراسیاسی بکنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که جنبش توی فرانسه یا توی ایران برای آزادی بدون قید و شرط بیان باید به وجود بیاد. جنبش باید به وجود بیاد که نقد مذهب آزاد باشه و بتونه این نقد مذهب به یه مناظره اجتماعی تبدیل بشه. نقد مذهب و تمام ایدئولوژی ها، تمام افکاری که انسان رو تو بند قرار میدن. سوم، این جنبش ها باید بپیوندن به جنبش ضد سرمایه‌داری. چرا؟ چون واقعیت اینه که بدون
اینکه جامعه سرمایه‌داری رو ما بشکنیم و مناسباتش رو پایان بدیم، نمیتونیم فقر رو از بین ببریم که یکی از عوامل بسیار بزرگ تداوم این هست. به خلاف کسایی که مرتب تو فیسبوک میگه آقا این اسلامی‌ها دیگه آخرشونه، دیگه آخرین حرکت‌هاشون رو دارن میکنن، اتفاقا من میگم که مادامی که بحران سرمایه‌داری در حال رشده، ما بیشتر باید شاهد یه همچین جنایت‌هایی باشیم. بیشتر این تروریسم رشد میکنه، هم تروریسم اسلامی، هم تروریسم دولتی، هم تروریسم‌های دیگه‌ای که تو راهن، احتمالاً تروریسم یهودی که حکومت اسرائیل باشه، تا تروریسم‌های دیگه، تا نژادپرستی‌های دیگه. یعنی آینده بشر بیشتر داره زیر سوال میره به خاطر اینکه نظام سرمایه‌داری به بنبست بسیار بزرگی رسیده. خیلی ممنون. متشکرم سعید عزیز. ما به بخش نهایی رسیدیم. خواهش میکنم در عرض 2 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی کوتاه و مختصر در اختیار بینندگان عزیز برنامه بذارید بدید. متشکرم. بفرمایید. من فقط تو این بخش آخر فقط میخوام خلاصه کنم که متد چند جانبه نگر، متدی که بیاد لایه‌های یه پدیده رو دونه دونه بررسی کنه و این لایه‌ها از سطح روانشناسی، اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی، تاریخ معاصر، از همه این علوم استفاده کنه و بتونه یک تصویر چندبعدی از واقعیت بده، به نظر من اولین قدم هست برای اینکه ما بتونیم به مسئله اجتماع ما پاسخ بدیم. من جمله این مورد یه تمرین بود که ما چجوری مسئله تروریسم اسلامی، به قول دوستمون که منم تایید میکنم، تروریسم اسلامی به عنوان یکی از انواع تروریسم که بعد دومش هم تروریسم دولتیه، ما بتونیم به این بپردازیم و تو شاخه‌های مختلف بتونیم پاسخ پیدا کنیم. بخشی از این شاخه‌ها، شاخه‌هایی که از خانواده شروع میشه، از فرد شروع میشه، بخشی از این شاخه ها به سر کوچه میرسه، اونجا باید راه حل پیدا بشه، بعضی از شاخه ها تو سطح ملی و منطقه‌ایه، بعضی از شاخه ها تو سطح جهانی هست، بعضی از اونا تو عرصه فرهنگیه که مثلا فرض کن مبارزه برای آزادی بیانه و گسترش فرهنگ کسرتگرا، فرهنگ تحمل، تا میرسه به عرصه سیاسی و اقتصادی که بتونه مسئله بشر رو بیشتر از سطح محکوم کردنها، محکوم کردن فلان کشتار ببینه و برای راه حلش بره. پیوند خوردن این تفکر چند جانبه‌گرا با جنبش‌های رنگینی که همشون نهایتاً باید توی جنبش ضد سرمایه‌داری و تغییر بنیادی وضع موجود متمرکز بشن. این به نظر من یه تمرین بود بین ما برای نحوه نگاه برسیم و بتونیم اونو توسعش بدیم تو جامعه. خیلی ممنون. متشکرم. سپیدار یه رو میخواهش میکنم. شما لطف کنید در انتهای برنامه نتیجه گیری کوتاه 2 دقیقه‌ای و سخن پایانی برنامه ما رو هم انجام بدید. ممنون میشم. ما گوش میکنیم. بفرمایید. باز هم سپاس و تشکر. ببینید یک واقعی اتفاق افتاده، یک روزنامه فکاهی که به اصطلاح نه تنها دولت خودش رو، به اصطلاح اسلام سیاسی رو، حتی به اصطلاح پیشینیان خود دولتی خود جامعه فرانسه رو به نقد میکشید، به تمسخر میگرفت، به اصطلاح به صورت فکاهی باش برخورد میکرد. این رو تروریست های اسلامی میان به اصطلاح میکشند سردبیر و تعدادی از روزنامه نگاران و کسانی که اونجا کار میکردند و یک واقعی اتفاق میفته. من راجع به عکس العمل های جامعه، اینکه جامعه باید چه کار بکنه در مقابل اینجور مسائلی که اتفاق میفته که واقعا جلوگیری بشه از وقوع این مسائل در جامعه صحبت کردم. گفتم که دولت‌های غربی به عمد گرد و خاک برپا می‌کنند که اینجا گم بشه نقش خودشون رو در تأسیس اسلام سیاسی، حداقل مردم خودشون به این
تفکر نیفتند که این اسلام سیاسی از کجا اومده، کی اینو ارگانایز کرده، کی اینا رو به وجود آورده، کی اصلا دست اینا داده، کی آموزش به اینا داده، کی راه و چاه و خط و نشان رو به اینا نشون داده. همین دولت‌های غربی به اصطلاح اینا سعی میکنن گرد و خاک را بندازن و در میدیاهای خودشون به اصطلاح افکار سازی بکنن که تفکرها به همه جا بره به غیر از این. عکس العمل به اصطلاح حکومت ایران رو مطرح کردم که عکس العمل دوگانه پوچ و خندداری هست. خود دولت ایران رو مطرح کردم که میدونن، همه هم میدونن، جهان هم میدونه یک دولت به اصطلاح تروریستی هست، تروریست پروری هست، سازمان دهنده تروریسم جهانیه و این اصلا محکوم کردن تروریسم در حالت کلیش یک چیز مسخره‌ای هست به توسط این رژیم. بعد عکس العمل اپوزیسیون ایران رو مطرح کردم که متاسفانه بسیار بسیار ضعیف، خودخواهانه و خودمحورانه بود، به جای اینکه واقعا از این فرصت استفاده می‌کردن، هر کدام، هر گروهی، هر سازمانی هواداران خودشون رو جمع می‌کرد. این هواداران 10 و 150 و 100 هزار نفره میشد 2 میلیون نفره و 1 میلیون نفره، واقعا میتونستن این کارو بکنن، ولی که واقعا بکشونن تو خیابون. همین لس آنجلس خودمون 2 میلیون ایرانی زندگی میکنیم، بکشونن تو خیابون که بگن آقا ما هیچ چیز دیگر هم نگن، فقط یک بنر بگیرن، آقای اوباما ما 35-6 سال هستش که با این تروریسم اسلامی داریم زندگی میکنیم و شما لطف کنید به اصطلاح بگی تروریسم اسلامی. و متاسفانه میبینیم که همچی چیزی هم نشد. عکس العمل توده های به اصطلاح عادی را مطرح کردم که بسیار شتاب زده بود، خشمگینانه بود. و من در پایان باید خدمتون عرض بکنم که این عملیات تروریستی اولینش نبوده، آخرینش هم نیست، ادامه خواهد داشت. این متاسفانه تا مادامی که دولت‌های غربی به اصطلاح یکی به نعل می‌زنن یکی به میخ و ما باید آماده باشیم برای حرکت‌های بعدی، جمع‌بندی بکنیم و به اصطلاح بتونیم راه درست رو به مردم نشون بدیم. تشکر می‌کنم از اینکه به من این امکان رو دادید که در تریبون مناظره نظرات خودم رو مطرح بکنم. من متشکرم از حضور شما عزیزان در این برنامه. میدونم آمادگی قبلی نبود، ما برنامه رو صرفا از دیروز تصمیم گرفتیم برنامه رو انجام بدیم به علت این خبرهایی که بود در ابتدای سال 2015. سپاسم فراوان از شما عزیزان. بینندگان گرامی، ما به پایان برنامه رسیدیم. اگر اشکالاتی در اون بود به خاطر اینکه ما آمادگی قبلی نداشتیم، پوزش میخوام. ممنون از اینکه برنامه توجه داشتید. هفته دیگه مجدداً در اینجا هستیم، روز شنبه برنامه در برنامه تریبون مناظره هستیم و منتظر سوالات شما هستیم، منتظر انتقادات، نظرات. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید ما خوشحال میشیم. ممنون از حمایتی که از برنامه ما میکنید، ممنون از انرژی که به ما میدید و روز و روزگار خوشی برای شما عزیزان آرزو میکنم. و سال 2015 امیدواریم که سال صلح و صمیمیت و سالی باشه که انسان بتونه به معنای واقعی خودش به پیونده و معنی حقیقی خودش رو پیدا بکنه. متشکر دوباره از شما عزیزان و روز روزگار بر همه عزیزان خوش بید. خدا. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند.